سلام آقای جوانی که از مریوان تشریف آوردن و خانم مقداری پیشونیشون جوانتر بشه و حالت ابروها لیف پیدا کنه. همونجوری که میبینیم ابروی راست بالاتر از ابروی چپ هستش. عفو کنیم این عفو کنن چقدر چین داره، این چینا به بوتاکس جواب نمیده و حتما باید لیفت صورت انجام بشه. روشی که ما براشون انتخاب کردیم روش اندوسکوپی هست برای برولیف یا لیفت ابرو. هم محور رو میتونیم اینجوری ببریم بالا، هم اینجوری میتونیم ببریم بالا، که حالا برای ایشون این حالت رو انتخاب کردیم که ببریم بالا، یعنی میشه لترال ابرو رو ببریم بالا. فیکسیشنمون توی ماه به این صورت هستش در همینجا یک سانتیمتر این قسمت ها و موازات این که اینجا فیکس میکنیم. اینجا هم خاشه سطحی به عمقی به روش اندوسکوپی فیکس میشه و انشالله که عمل خوبی داشته باشیم. این من انتهای عمل هم نشون میکنم. بیماری که امروز عمل کردیم آقایی بودن که جهت جوانسازی ناحیه ابرو پروربیتال مراجعه کرده بودن. فاصله ابرو تا مژه ها میدید که چقدر کوتاه هستش و خطای اخمای استاتیکی که مشاهده میشه و ابروهای سنگی. ما برایشون لیفت اندوسکوپی پیشانی و شعیره همزمان انجام دادیم. الان عمل تموم شده. همونجوری که میبینید فاصله ابرو تا مژه ها چقدر فاصله خوبی پیدا کرده. یه هیچ جایی برای فیکس کردن نداره و شدی اصلا وجود نداره. روش اندوسکوپی اینجا تو استخون فیکس شد و روش بون تانلینگ داره مریض انجام شد و میبینید که هیچ شلی وجود نداره. فاصله ابرو تا موجه ها چقدر تغییر کرده، فاصله استتیک خوبی پیدا کرده. از نمای چشماش باز این نیا کنیم بیشتر مشخصه. اینجا آدم اگه فکر میکنه که بلپاروپلاستی نیاز داره، ولی بلپاروپلاستی به هیچ وجه خب قسمت خارجی چشم عوض نمی کنه و حتما نیاز به لیفت ابرو هستش. اگه این مریض رو بلپارو می کردیم حتما فاصله ابرو تا مژه ها کوتاه‌تر می شد و این پوپ هم از بین نمی رفت. پس مریضایی که پوپ قسمت خارجی فاصله کوتاهی دارن باید حتما لیفت به ناحیه پیشانی و شعیره انجام بشه که می بینید که نتیجه خوبی به دست به بلپارو هم الان اصلا نیازی نداره. هیچ لگزیتی اینجا مشاهده نمیشه. حدود اخم پیشانی که در اینجا مار عضلات اخ، عضلات کوریگیتور و پروسروس هست کاملا از بین رفته، عضلات به صورت مکانیکال قطع شده و این فاصله ابروها میبینید که لگزیتی که داشته از بین رفته و این خطوط اخ هم از بین رفته و این فاصله بسیار بسیار اصلاح شده. چینهای ناحیه پیشانی ما هاشور زدیم و از بین رفت. چینهایی که این ناحیه بوده کاملا از بین رفته و نیاز به بوتاکس برای مریض از بین رفته و این فاصله میبینید که فاصله بسیار طبیعی و خوبی شد و نیاز به بلپارو هم نداره. باز از این رخ سمت راستش اگه نگاه کنیم فاصله ابرو و مژه ها میبینید که چقدر فاصله غیر استتیکی بوده و الان فاصله خیلی خوبی پیدا کرده و خصوصا اخم که اینجا سنگین بوده هم از بین رفته و نمای بسیار خوب و استتیکی مریض پیدا کرد. مبارکش باشه. آقای محترمی که مراجعه کرده بودن چند هفته پیش جهت جوانسازی اطراف چششون و پیشانیشون، همونجوری که میبینید عکسای نزدیک رو ببینید که فاصله ابرو تا مژه ها چقدر نزدیکه و برجستگی شعیری که تو ناحیه بین دو ابرو دارن. ما براشون یه لیفت پیشانی اندوسکوپی انجام دادیم و فیکس کردن پیشانی در ناحیه استخوان و فاصله ابرو تا مژه ها هم برایش لیفت شقیقه انجام بدید. همه تغییراتی که میبینید که خب قبلش فاصله ابرو تا مژه ها چقدر کم بوده، الان فاصله ابرو تا مژه ها چقدر مناسب شده. چینایی که در ناحیه پیشانی بوده کاملا از بین رفته و در نمای نیمرخ هم اگه نگاه بکنید این فاصله رو میبینید. قسمت گوشه خارجی ابرو بالا اومده و این سنگینی که تو ناحیه عضلات اخم داشتن نظر نیمرخ بشید عضلات اخمشون داشتن کاملا عضلات اخمو از بین برده. کاری که بوتاکس به صورت شیمیایی انجام میده ما به صورت مکانیکال انجام دادیم و نیاز به بوتاکس هم دیگه ایشون نداره و پف قسمت خارجی چشم میبینید که کاملا از بین رفته. باز از نمای روبرو اگه باز نگاه کنید از نمای روبرو فاصله ابرو تا مژه ها رو میبینید که چقدر مناسب شده. خطوطی که در ناحیه پیشانی بوده کاملا از بین رفته و اخ بکنید نمیتونن اخ بکنم. وقتی اخ میکرده عضلات پروسروس دپرسور سوپرسیلی
همه اینا کاملا مشخص بوده و خیلی سنگین بوده و فاصله ابرو تا مژه ها هم ببین چقدر کم بوده. اگه در نگاه اول نگاه کنیم فکر می‌کنیم که ایشون نیاز به بلفاروپلاستی داره، ولی خب بلفاروپلاستی هیچ وقت نمیتونه این پف گوشه خارجی چشمو تغییر بده. خب بعد چند تا زمانش می‌گذره؟ 2 هفته. نگاه کنید الان میتونید بالا بکنید. یه ذره ابروامو میتونم بالا ببرم ولی خط ابرومو نمیتونم. خب به هر حال ما ماسک نمی‌کنیم، یعنی باید یه مقدار بتونن حرکت بدن و ولی این چینا دیگه کاملا از بین رفته و تغییراتی که به صورت واضح ایشون دیده میشه مشخص هستش. خیلی خوب ما فیکس کردنی که انجام میده یه خود استخون هستش، برش هایی که هستش اگه برش رو نگاه بکنید برش های خیلی کوچیکی توی سر داده میشه، برش 1 سانتی متری. از همینجا به روش اندوسکوپی همه این کارا رو انجام میدیم یا توی شقیقه همینجور میتونه فیکس به روش اندوتاین انجام بشه یا به روش فیکس کردن توی استخوان انجام میشه. هر روش قابلیت انجام هست، ولی یه روش های قدیمی مثل اوپن که باز میکردن و باعث بی‌حسی سر میشد دیگه اینا منسوخ شده. خب تغییراتش که چطور بود؟ خیلی خوب بود. دستتون درد نکنه. راضی هستید؟ خب مبارکتون باشه. مرسی. مبارک شما باشه.